مستندی که من اسیستنش بودم گنجینه گوهر بود، جواهرات سلطنتی. به نظرم بهترین فیلم کوتاهش فیلمی که درباره جواهرات سلطنتی ایرانه که میشه از خیلی جهات اون رو با بهترین فیلم‌های کوتاه آلن رنه مقایسه کرد، به خاطر متن شاعرانه جفتشون و همچنین تدوین قابل توجه فیلم گلستان. خود شاه وقتی بود این رو فقط گلستان میتونی بسازه. حتی بعد سمیه بزرگ که رئیس بانک مرکزی بود، اون با گلستان دوست بود اصلا. او هم چیز کرده بود که با گلستان، یعنی پیشنهاد کرده بود که ما با گلستان کار میکنیم. مسئله مجادله آمیز فیلم اینه که گلستان یک کار سفارشی رو پذیرفته، اما قواعد کار سفارشی رو عامدانه به هم زده. کاری که مثلا رنه در مستندش درباره کارخونه پلاستیک سازی داره که اصلا کارخونه ایته فیلم نشون داده نمیشه، که خیلی شاعرانه است. خب وارد این گنجینه که ما میشیم، در بسته میشه با هم تویم. موقعی هم که میان بیرون همه باید کنترل شده. چه جوری؟ حدود 10 نفر از وزرا کلونده های مملکت حضور داشتن در این کار، اونجا مواظب بودن. شوخی نیست، اون سرمایه مملکت بود. زمرد و نمیدونم یاقوت و اینا که خرمن شده بود، این چیزها رو برمیداشتیم، این ویترین و اینا رو جمع میکرد، درست میکرد. این کی این کار رو میکرد؟ من میکردن، این جمع میکردم و کوت میکردم. دادستان کل کشور اونم بود، یه آدم لاغرم معلوم هم بود دسته. من این اینطوری میکردم، اینو من به بازیش گرفتم. اونم حالا من نمی پایین، من اینجوری که میکردم تموم که میشد میمدم پایین، دستم میبردم پشتم، این قدم میزد، این دست رو میزد تو جیبش، مثلا همینجوری داره قدم میزد، میمد پشت منو بیرد، منم میدم و همجا که میاد این ور، منم به همون شیه قدم میزدم این وری میکردم و پشتم میکردم و نمیذاشتم ببینه. این من از این وقت اعصاب این آدم رو خورد کرده بودم. بعد آخر سر دیگه من دیدم این چویه این درم میگرده و با واضبه به آقای کنستم و چیه؟ کنستم آقای این شیشه خورده های چیه این همه به پا گذاشتن برای یو غزه زیر خنده با صدای بلند.